آخرین دور مناقشه ارمنستان و آذربایجان بر اثر چه عواملی به سود آذربایجان رقم خورد؟ روسیه و ترکیه و ایران در این ماجرا به چه رسیدند و چه از دست دادند؟ سلام، برای یک بار هم شده نگرانی از گسترش یک جنگ و شعله ور شدن منطقه بی ثبات به واقعیت نپیوست و مناقشه آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه فعلا خاتمه یافت. برای آنان که نزدیکان یا خانه و کاشانه خود را از دست دادند این ماجرا یک زخم زنده است، اما برای سیاستمداران منطقه آنچه زنده است و محل رایزنی های دیپلماتیک مصالحه است که به جنگ پایان داد. آذربایجان چگونه توانست در فرصتی کوتاه اوضاع را به سود خود رقم بزند؟ توان نظامی بود یا تحرکات سیاسی که چنین امکانی برای آن ایجاد کرد؟ ارمنستان چطور یک بار توان دفاع از مناطق ارمنی نشین را از دست داد؟ روسیه در این معادله زیان دید و جایی برای یک شریک جدید ترکیه در منطقه باز کرد یا با استفاده حد اکثری از امکانات موجود موقعیت خود را حفظ کرد؟ و ایران چه؟ ایران توانست در معادله پیچیده‌ای که برادران دینی را در مقابل متحدان دیرین قرار داد کمترین زیان ممکن را ببیند؟ این سوال‌ها را با مهمان‌های این هفته در میان می‌گذاریم. حسین آریان، کارشناس نظامی و تحلیلگر مسائل قفقاز، و مهرداد فرهمند، همکار گزارشگرم در بی بی سی که تحولات منطقه قفقاز در ماه‌های اخیر رو از نزدیک دنبال کرده. خیلی خوش آمدید. آقای آریان، شما سالها در اون منطقه در آذربایجان، جمهوری آذربایجان زندگی کردید، کار کردید و سفر کردید به ارمنستان، منطقه قره‌باغ رو دیدید و خوب دنبال کردید. تعجب برانگیز نبود که آذربایجان به این سرعت بتونه ورق رو به نفع خودش برگردونه؟ چی باعث شد؟ آذربایجان سالهای ساله که این سایه مسئله قره‌باغ بر روی دولتش واقعا سنگینی کرده بود. دست کم در عرض 17 سال گذشته که الهام علیف و کرسی ریاست جمهوری تکیه زدیم، دو سه موضوع باعث شد که این ورق برگرده، که همه اینا به باور من ناشی از اون خطای محاسباتی ارمنستان میشه. نکته اول اینی که آذربایجان از نظر جمعیت سه برابر ارمنستان جمعیت داره، از نظر بودجه نظامی 3.5 برابر ارمنستان هست. در این حال در طی این سالها ارمنستان تونسته انواع و اقسام سلاح‌ها و تجهیزات رو تهیه بکنه. آذربایجان تونسته. آذربایجان. بله. آذربایجان اینا تهیه کرد، چه اونهایی رو که از زمان اتحاد جماهیر شوروی به اسم برده بود و بعد سلاح‌های پیشرفته از اسرائیل و همینطور از روسیه و در این حال از ترکیه. یعنی موازنه نظامی، این موازنه قدرت طی این سالها به نفع آذربایجان تغییر کرد، در حالی که ارمنستان کماکان در اون توهم بود که از نظر نظامی برتری داره نسبت به آذربایجان با توجه به اون چیزی که در جنگ اول قره‌باغ اتفاق افتاده بود. اما چه چیزایی باعث شد که آذربایجان شروع بکنه به این جنگ با توجه به این احساسی که داشت؟ اینها بیشترش برمیگرده به محاسبات، به خطاهای محاسباتی دولت پاشینیان. ایشون نخست وزیر ارمنستان. ایشون در
اوایل سال ماهای اول سال 2018 به قدرت رسید با یک انقلاب مخملی. سال همون سال اواخر همون سال با الهام علیف در دوشنبه تاجیکستان ملاقات کرد. وضع خیلی عادی به نظر می رسید که ممکنه که این دو تا رهبر بتونن به نحوی به یک مصالحه برسن و مسئله قره‌باغ که سالهای سال گروه میسک نتونسته بود کاری بکنه به جایی برسونن. ولی در سال بعد سال 2019 ما میبینیم که تغییرات اساسی پیدا شده و اینها همش ناشی از خطاهای خود پاشینیان بود. یک، خودش نزدیک کرد به اون خواسته های رئیس جمهور خودخوانده جمهوری آتساخ یا قره‌باغ. بله. و گفت که ما بایستی اگه میخوایم مذاکره بکنیم بایستی مقامای عالی مال این جمهوری هم بیان در مذاکرات باشن. گفتید ترکیه هم نقش داشت، نقش ترکیه چی بود اون وقت؟ نقش ترکیه از نظر کمک‌های نظامی، از نظر سلاح و تجهیزات، از نظر سیاسی و از نظر هماهنگی کامل، اینکه به طور تمام قد پشت آذربایجان ایستاده بود و در این حال مانورهای مشترک هم تشکیل میدادند در خاک آذربایجان همین سال گذشته و تو همین سال هم انجام داده بودن. تمام اینها واقعا اینها نادیده گرفته شد. بله. ما راجع به وضعیت ماهای اخیر صحبت کردیم، اما برگردیم به عقب. ریشه این ماجرا کجاست مرداد؟ این مناقشه آیا برمیگرده به خصوص با خاطره جمعی دردناکی که ارمنی ها در این منطقه دارن به آثار پیشین؟ این مناقشه پیامد طبیعی دولت سازی و ملت سازی بر اساس عنصر قومیت در جایی که عملا خطکشی میان قومیت ها امکان پذیر نیست و مرزبندی و امکان همزیستی هم میانشون بهش چشماندازی از همزیستی هم بین اونها نیست به اضافه مداخله خارجی. یعنی منظورت اینه برمیگرده به بعد از پایان جنگ جهانی اول؟ میشه گفت، یعنی میشه گفت این مناقشه اساسا ساخته بعد از پایان جنگ جهانی اوله. یعنی پیش از اون این منطقه بوده از لحاظ قومی متنوع، میشه تشبیهش کرد به استان آذربایجان غربی ایران، جایی که در اونجا ارمنی و آذری کنار هم بودن، کردها بودند، ایزدی ها بودند، مثلا منطقه در جنوب قره‌باغ هست به نام خواجوند که اینها ایل خواجوند هستند که نادرشاه از اطراف کرمانشاه آورد، بخشی از اونها رو برد در اینجا و بخشی رو برد در کلاردشت مازندران. یک چنین ترکیبی با هم زندگی می‌کردند و قرن‌ها این آذری و ارمنی کنار هم بودند در اونجا. اما بعد از جنگ جهانی اول که سه دولت در قفقاز شکل گرفت، هر سه دولت بر پایه قومیت، یعنی دولت جمهوری دموکراتیک آذربایجان و گرجستان و ارمنستان به یک بار در اون در واقع خلایی که ایجاد شده بود بر اثر نبود روسیه و انقلاب اکتبر، وقتی که عنصر قومیت تعیین کننده شد برای دولت ملت سازی و در قره‌باغ هم همون زمان اومدن یک حکومتی تشکیل دادند، از همونجا مناقشه شروع شد. و اون زمان اتفاقا بریتانیا بود که نقش داشت، از طرف بریتانیا، از طرف عثمانی، که در آغاز عثمانی اومد، ارتش عثمانی وارد اونجا شد و در حمایت از آذری ها میکرد، ولی بعد با شکست عثمانی تعیین کننده بریتانیا بود که حمایت کرد باز هم از حاکمیت آذری ها بر قره‌باغ و این در اون زمان جنگ و خونریزی ایجاد کرد و تا اینکه سرانجام دولت شوروی مستقر شد، مناطق قفقاز هم به بخش از اتحاد شوروی شد و تصمیم گرفتند که این قره‌باغ رو به عنوان منطقه خودمختار ارمنی نشین اما بخشی از خاک جمهوری شوروی آذربایجان در نظر بگیرند. این تصمیمی بود که استالین گرفت، در زمان استالین گرفته شد در 1923. و اگر که این برعکس گرفته شده بود، یعنی مثلا میامدن تصمیم میگرفتن که اینجا بخشی از ارمنستان باشه و در این ولی مثلا آذری ها چون ترکیبش رو از لحاظ جمعیتی هیچ چیز دقیقی نمیشه گفت که مثلا اون زمان چند درصد ارمنی بودن چند درصد آذری، چون ولی اکثریت در مرکز قره‌باغ استپاناکرت
یا خانکندی، درست میگم؟ بله بله. اکثریت با ارمنی هست دیگه، درسته؟ در مرکز قره‌باغ استپانکرت خیلی از لحاظ تاریخی جای مهمی در قره‌باغ حساب نمی‌شده. شهر شوشی، بله. آذری‌ها بهش میگن شوشا، اینجا بیشتر در واقع شهر مهم منطقه اون بوده، یا حتی یک از پنج شهر مهم قفقاز بوده در زمان خودش. گرچه این شهر هم خیلی پیشینه تاریخی نداره، برمیگرده به اواخر دوره صفوی و دوره نادرشاه که پناهعلی خان جوانشیر در اونجا از طرف نادرشاه به حکومت منصوب میشه و از هم قلعه پناه آباد بوده اسمش و بله. اسمش رو از شیشه فارسی اسمش گرفتن و شوشی شده. اما این در واقع استپانکرت هم اسمش رو از استپان شومانیان گرفته، کسی که در شکلگیری اون زمان در بعد از جنگ جهانی اول در شکلگیری اون سرزمین خودمختار قره‌باغ نقش داشت. بعد از فروپاشی شوروی جنگی در گرفت بر سر همین منطقه. در اون جنگ میشه گفت که ارمنستان پیروز شد دیگه، ولی درسته. این پیروزی در واقع محل حب و بغض طرفین بود و قوانین بین‌المللی پیروزی ارمنستان رو میشه گفت به رسمیت نشناخت، کماکان این منطقه رو جزو آذربایجان میدونست دیگه. درسته. تا به این مناقشه اخیر برسیم. در این مناقشه اخیر آقای آریان، بالاخره همونجوری که گفتیم ورق طوری برگشت که آذربایجان امتیازاتی گرفت بر اساس مصالحه‌ای که با میانجیگری روسیه انجام شد. در این مصالحه چی به آذربایجان رسید و چی به ارمنستان؟ برای اینکه به نظر میرسه برد 100% و باخت 100% نبوده، چون من که از طریق مانیتورینگ بی بی سی، بخشی از بی بی سی نشریات آذربایجان رو تونستم با ترجمه به انگلیسی نگاه کنم، دیدم همه راضی نیستن، پس باید یه چیزایی هم آذربایجان داده باشه دیگه. این مصالحه چی میگه به این ترتیب؟ اون چرا که به آذربایجان داد که همیشه آذربایجان دنبالش بود این بود که اون مناطق پیرامونی قره‌باغ رو که ارمنستان تصرف کرده و نزدیک به چند صد هزار نفر آذربایجانی پناهنده شدند، از خانه و کاشانشون همشون رفتن به طرف باکو و شهرهای دیگه، اینا این مناطق پس داده شده. آذربایجان با توجه به این عملیات شش هفته‌ای رو که انجام داد که محور حمله از طرف جنوب بود و تقریبا مسطح بوده، توانست مناطقی رو مثل فوزولی، مثل جبرئیل، مثل زنگلان، مثل قبادلی که سه تای از اینها در امتداد مرز ایران هستن، همه اینا رو بگیره و بعد رفت به طرف شوشا که شنیدیم که شهر بسیار مهمی است برای آذربایجان، برای اینکه موتن آهنگسازا و موسیقیدانا و خوانندگانشه و اهمیت بسیار برای آذربایجان تاریخی داره که این را هم گرفت. در نهایت با توجه به پادرمیانی روسیه که وارد میدان شد، حالا چه به آذربایجان رسیده؟ تمام این مناطقی که گرفته در اختیار داره، شوشا هم در اختیار آذربایجان خواهد بود، منطقه لاچین که همه اینا رایون یا به فارسیش بگی میشه شهرستان چون در حد استان نیست، بله. این هم به آذربایجان بازگردانده خواهد شد. بله، الان دوباره نقشه رو میندازیم پشت سرتون. این نقشه البته مال قبل از این مناقشه و بله. مصالحه هست به اصطلاح. فراتر از منطقه لاچین، یعنی شمالش که منطقه کلبجاره، اون هم به آذربایجان برگردانده خواهد شد و بالاخره بخش به حساب دیگری به اسم اقدم. و به این دلیلی که آذربایجان پیروز این جنگ اخیر شناخته میشه، از نظر نظامی شکی نیست که آذربایجان. اما چی به ارمنستان رسید؟ به ارمنستان تنها چیزی که ما در این نقشه نمیبینیم مرکز قره‌باغ، شهر استپانکرت یا خانکندی، که اونجا به نظر میرسه به ارمنستان امتیازی داده شده. این امتیاز چیه؟ این امتیاز به ارمنستان امتیاز نیست، این به قره‌باغ داده شده. ببینید این قره‌باغ که در وسط است، اون قسمت باریکش، اون دالان لاچینی بسیار باریک، بله. اونجا آذربایجان با توجه به این پادرمیانی روسیه و این توافقنامه صلحی را که اجرا کردن که
خیلی طولانی خواهد بود. بله. برای اینکه آتش بس است، متارکه است و بالاخره ترک مخاصمه. بله. به همین جهت بله از جزئیات بگذریم. از جزئیات اینها اونجا رو یه دالانی وصل خواهد کرد، قره‌باغ رو به ارمنستان، که قره‌باغی ها بتونند ارتباط داشته باشند با ارمنستان و اون دالان رو نیروهای صلبان روسیه حفاظت خواهند کرد. مرکز قره‌باغ استپاناکرت در اختیار نیروهای خودمختار ارمنی خواهد بود یا نه؟ در اختیار ارمنی ها قرار خواهد گرفت، ولی شوشاخه. و بعد قرار هست که بر همین مبنا اون قسمت پایین آذربایجان در امتداد مرز ایران ده که نگاه میکنید، بله، اونجا و بین نخجوان این زنگزوره، منطقه زنگزوره، بله، مال ارمنستانه. در این مسیر یک جایی قراره که، یعنی صحبت شده که یک دالانی داده بشه به آذربایجان که آذربایجان اتصال داشته باشه به نخجوان. نخجوان، بسیار خوب. آیا این دالان‌ها که آقای آریان ازش صحبت کرده صرفاً اهمیتشون در اینه، رفت آمد مردم منطقه به ارمنستان یا به آذربایجان، یعنی صرفاً وصل مرکز قره‌باغ استپاناکرت به ارمنستان از یک سو و وصل نخجوان به آذربایجان از سوی دیگر، یا اهمیت دیگه هم دارن؟ اینا خیلی اهمیت هم ژئوپلیتیک هم اقتصادی میتونن داشته باشن، به خصوص اگر این دالانی که قرار است میان آذربایجان و نخجوان برقرار بشه از پشت مرز ایران، اگر این برقرار بشه، اتفاق مهمی که میفته وابستگی نخجوان به ایران از بین میره. پیش از این نخجوان مانند جزیره‌ای بود که خب یک مرز کوچکی با ترکیه داره، اما بیشتر به ایران بستگی داشت و خیلی اتکای اقتصادی به ایران می آورد از این جهت. بله. و این در آینده هم در صورتی که بخواد منازعه ها و مناقشه های تازه‌ای در منطقه ایجاد بشه، این موضوع تعیین کننده خواهد بود، به خصوص اینکه اینجا نقش ترکیه رو اگر در نظر بگیریم، در حالا دیگه ترکیه از راه زمین وصل شده به آذربایجان. دوباره نقشه رو می‌بینیم، یعنی دالانی که نخجوان رو به آذربایجان وصل می‌کنه در واقع ترکیه رو با آذربایجان وصل می‌کنه. عملاً ترکیه رو با آذربایجان وصل می‌کنه. و از اون طریق میشه گفت ترکیه به دریاچه خزر وصل میشه؟ دقیقاً میشه اینطوری گفت، چون نخجوان یک مرز کوتاه 20 چند کیلومتری گویا با ترکیه داره که اتفاقاً این مرز هم در زمان رضا شاه داده شد و اگر اون زمان یک تبادلی خاک میان ایران و ترکیه صورت گرفت که ایران اون بخشی از کرانه ارس رو داد و در عوض یک جایی از خاک ترکیه گرفت. بله بله. و اون باعث شد که این مرز کوچولویی رو که اینجا میشه در نقشه دید نخجوان با ترکیه پیدا کنه، که الان اهمیتش خیلی الان دیگه ترکیه از طریق نخجوان به با اون دالان به آذربایجان و از اونجا به خزر وصل میشه. در واقع امتداد مرز ایران و ارمنستان که در اونجا دیده میشه، اونجا یک به عرض 5 کیلومتر یک کانالی داده میشه که در اونجا بتونن که راه زمینی میانه. ترکیه چه طرفی میبنده از این دالان؟ ترکیه آذربایجان وابستگی اقتصادی زیادی به ترکیه داره و همچنین میتونه از این راه، از راه آذربایجان ارتباطش با آسیای میانه نزدیکتر بشه. این اهمیت اقتصادیش خیلی زیاده از این جهت و میتونه در آینده بر اساس اینکه چه رخدادهایی در آینده ایجاد بشه اهمیت سیاسی و نظامی هم پیدا بکنه. هم بر اساس این صحبتهایی که همکارم کرد آقای آریان، هم بر اساس میشه گفت احساساتی که در آذربایجان نسبت به ترکیه پیدا شد، خیلی هم میگن برنده این ماجرا ترکیه بود. چنین هست؟ از جهاتی بله، ولی برنده اصلی به باور من روسیه است. ترکیه بسیار خوب قراره که حتی خط راهن هم بکشه به نخجوان و تمام قدم که پشت آذربایجان وایستاده، از طریق آذربایجان حتی به کشورهای آسیای مرکزی هم میتونه ارتباط پیدا بکنه، ارتباط مستقیم. ولی وقتی در نهایت ما نگاه میکنیم نقش روسیه رو، یکی از چیزهایی رو که شاید قبلا نگفتم که الان میخوام بهش تاکید بکنم، اون خطای محاسباتی ارمنستان بود در مورد نقش روسیه، برای اینکه از نظر امنیتی به طور تام تمام وابسته به روسیه بود و احساس میکرد که روسیه در این جنگی رو که
آذربایجان پشتیبانش خواهد بود، پشتیبان کامل است. اینطوری نشد. بایستی پاشینیان اینه درک میکرد وقتی که پوتین گفت ما دخالت موقعی میکنیم در چارچوب پیمان امنیت دست جمعی که یه چیز تقریبا ناتوی پیمان منطقه‌ای منطقه‌ای هست، ناتوی به حساب مال اوراسیا است. گفت ما موقعی دخالت میکنیم که خاک ارمنستان تحت حمله باشه، یعنی به طور تلویحی داشته به ارمنستان میگفتی که قره‌باغ جز خاک تو نیست. و پاشینیان این رو فکر میکنید در نظر نگرفت؟ اینو در نظر نگرفت. بعد ولی یه نکته دیگه هم هست آقای آریان، در ارمنستان میشه گفت یه نوعی انقلاب مخملی در گرفت دیگه. بله. یعنی قدرت یک مرتبه دست به دست شد و این ارمنستان رو، حاکمیت ارمنستان رو از روسیه دور کرد دیگه. ارمنستان کنونی اون مقدار نزدیکی رو با روسیه نداره که 10 سال پیش داشت و پوتین به پاشینیان مظنون به این معنا. خود پاشینیان این رو نمیفهمید؟ پاشینیان یه ژورنالیست بود، ژورنالیست انقلابی، با انقلاب مخملی اومد سر کار و واقعا تجربه سیاسی نداشت. اینو نمیشه کتمان کرد. این از اون ژورنالیست هاییست که تجربه کار سیاسی نداشت، سیاست مدار نبود. ولی با توجه به اتفاقی که الان افتاده، بیش از گذشته ارمنستان متکیست به روسیه برای تأمین امنیت خودش و برای تأمین امنیت این دالانی که صحبت کردیم. برای تأمین امنیت این دالان روسیه دست بالا رو داره و در واقع یعنی برنده اصلی در این ماجراست. روسیه به ارمنستان کمک نکرد، موند و صبر کرد تا موقعی که شوشا گرفته شد. فاصله شوشا تا استپانکرت یا خانکندی به اندازه چند کیلومتره. اون موقع وارد میدان شده. حالا بله. نتیجه رو ببینیم. نتیجه اینی که این قراردادی که بسته شده، کی این قرارداد امضا کرد؟ پاشینیان امضا کرد، الهام علیف امضا کرد و پوتین. بله. نه اردوغان. بله. قوایی رو که در اونجا نه غرب که سعی کرده میانجیگری کنه. آقای پومپئو خواست ولی نتونست. و اون کسی که الان داره میخواد از این دالانا حفاظت بکنه و نیروی صلح‌بان در واقع فرستاده، همه روسی است. بسیار خوب. شما هم چنین فکر میکنی مهرداد؟ آیا برنده اصلی در این ماجرا نه ترکیه و البته در کنار آذربایجان بلکه روسیه بود؟ من فکر نمیکنم به این صراحت بشه روسیه رو برنده نهایی در نظر گرفت، چون اتفاقی که اینجا افتاده نقش ترکیه خیلی پررنگ شده در قفقاز. الان خب روسیه در گرجستان که دیگه نقش پیشینی خودش رو نداره در اونجا و حتی در گرجستان الان خیلی جولانگاه اقتصادی ترکیه شده و همچنین آذربایجان دارن اونجا، ترکیه خیلی از لحاظ اقتصادی و سرمایه گذاری فعال شده، از این پیوند سیاسی هم میان اینها برقرار شده. از آذربایجان که تکلیفش مشخصه، با این جنگی که گفته میشه برنده این جنگ پهپادهای ترکیه‌ای و اسرائیلی بودند و این و الان اردوغان بیشتر از الهام علیف خودش رو برنده این جنگ میدونه. خیلی هم در تبلیغاتشون خیلی بیشتر تبلیغ میکنن. وقتی که او خودش رو پیروز جنگ بدانه، قطعا از این به بعد بیشتر از گذشته در جمهوری آذربایجان برای خودش حق آب و گل دارا خواهد بود. و این جاییست که به عنوان حیات خلوت روسیه همیشه شناخته شده بود و حالا روسیه یک رقیب منطقه‌ای رو بعد اونجا ببینه. ترکیه‌ای که درسته که قبلا هم در قفقاز نفوذی داشت به خصوص در جمهوری آذربایجان، ولی الان این نفوذ خیلی بیشتر شده. الان در حدی شده که ترکیه میاد و خواهان این هستش که در اون صلح‌بانی از قره‌باغ حضور داشته باشه و روسیه هم به جای اینکه بیاد و یک سره نبگه، رفته داره باهاش مذاکره میکنه که بلکه بتونه به یک به اصطلاح یه وسطی برسه. بله. مثلا یه تعداد افسر بله. ترکیه رو حاضر باشه قبول کنه در اونجا. بله. ولی یکی از موارد اختلاف جدی بین ترکیه و روسیه در این ماجرا کسانی بود که به گفته روسیه اجیر شده بودن، مزدور بودن از سوریه، از جنگ سوریه برداشته شده بودن، هم شده بودن به این منطقه که در کنار نیروهای آذربایجان بجنگن و روسیه میدونیم که چقدر نگران اسلامگرایان افراطیه، کسانی که ممکنه در سوریه هم خوب آبدیده شده باشن. دقیقا.
با این مصالحه روسیه به یک معنا تونست بگه پای اینا رو کوتاه کنید از منطقه دیگه و ما صلحبان خواهیم بود، پاسدار این مصالحه خواهیم بود، درست میگم؟ نمیشه گفت الان اون نیروهای سوری که اومدند، گرچه خب حضورشون رو هم ترکیه و هم جمهوری آذربایجان کاملا تکذیب میکنند، ولی خب خود ما در بی بی سی شواهد دقیق پیدا کردیم، یعنی حداقل در مورد دو نفر از اینا خانوادهشون رو هم اینجا شناسایی کردیم، در سوریه هویتشون هم شناسایی شد و این رو حتی سازمان‌های اطلاعاتی در آمریکایی‌ها، فرانسوی‌ها، روس‌ها، سازمان‌های اطلاعاتیشون به وجود اینها رو تایید کردن. برای ایران هم مایه نگرانی، برای ایران هم مایه نگرانی شد خیلی و برای روسیه قطعاً خیلی مایه نگرانی است، ولی الان هیچ به نظر نمی‌رسه که ما اقدامی از جانب روسیه دیده باشیم در واکنش به حضور اینها. حتی وقتی که از همون آغاز این جنگ گفته شد که نیروهای از سوریه اومدن و اونجا حضور دارند، انتظار می‌رفتش که روسیه، درسته با توجه به همین به اصطلاح پیمانی که امنیتی که با ارمنستان داره در خصوص در اینکه فقط باید خاک ارمنستان هدف قرار بگیره تا وارد بشه، اما این میتونست یک این موقعیت استثنایی ایجاد کنه که اینجا دیگه وضعیت مثل سوریه داره میشه و اینجا در واقع روسیه امنیت خودش رو در خطر ببینه و این باعث بشه که وارد بشه. ما از اول جنگ که شروع شد همه تحلیلگران در خارج که نظارت میکردن همه منتظر بودن ببینن که میگفتن فردا دیگه روسیه میاد، دیگه پس فردا دیگه روسیه میاد، هر روز همه فکر منتظر روسیه بودن که روسیه وارد بشه. فکر نمیکنید روسیه وقتی وارد ماجرا شد که نگرانی از همین نیروهای غیر محلی، یعنی نیروهایی که از سوریه انتقال داده شدن توسط ترکیه به منطقه، اون موقع نگرانی بالا گرفت؟ نه، این نگرانی از همون روز اول بود. اصلا از همون روز اولی که این مناقشه شروع شد به هم این اخبار و اطلاعاتی در مورد حضور اینها انتشار پیدا کرد و الان خیلی در هم میشه گفت یک مقداری اقتدار روسیه زیر سوال رفته و یک مقدار قدرت رهبریش زیر سوال رفته که چگونه این فاکتورها رو روسیه دید، مداخله مستقیم نکرد، چجوری الان از این به بعد میخواد این ترکیه رو تحمل بکنه در حیات خلوت خودش، و اینکه به نظر رسید که یک در واقع اگر که همین اشاره‌ای که آقای آریان کرد به موضوع پاشینیان که از روسیه فاصله گرفته بود، پوتین رو رنجانده بود، خب فرض میگیریم که پوتین میخواستش که پاشینیان رو درسی بهش بده، گوشش رو بکشه، خب این رو میشد تا حدی انتظار داشتش که بگذاره مثلا یک هفته جنگ بگذاره و آذری ها یک پیش روی های پیش برن که دیگه در واقع دست بر گردن قره‌باغ گذاشته شده بود تا وارد شدن. آقای آریان، فکر میکنید با نفوذی که روسیه داره منطقه در منطقه و به گفته خود شما این نفوذ نه تنها کاهش نیافت بلکه الان وضعیت روسیه شما معتقدید بهتر هم شده، فکر نمیکنید اگر نه به طور رسمی و در مصالحه بلکه در رایزنی های پشت پرده از جمهوری آذربایجان و از ترکیه این اطمینان رو گرفته باشه که نیروهای موزوری که آوردین، حالا هر چه تعداد هر چقدر هستن، اینها رو حتما از منطقه باید ببرید بیرون؟ ممکنه اینطوری باشه، ولی در این حال من اهمیت اونچنانی واقعا به اون نیروهای مزدور نمیدم، برای اینکه خودم اون چرا که من خوندم و از گزارش ها اینا واقعا به طور کامل و مسجل نمیشه گفت که اینها واقعا تعداد بسیار زیادی از اینا در اون منطقه بودن. کسانی که در اون منطقه بودن، مناطق پیرامونی، یعنی پیرامونی قره‌باغ، بیشتر اینها ارمنی هایی بودن که از سوریه و از لبنان آورده بودند، یعنی اینا ارمنی بله ارمنی ها رو ایروان از سوریه و لبنان آورده بود که در این مناطق اشغالی جایگزین میشن. اینها هستن که الان دارن منطقه رو ترک میکنن، که در مورد کلبجا هم این در واقع شما به کلی ماجرا رو متفاوت میبینید. کسانی که از اون منطقه آوردن رو یا اومدن رو ارمنی ها میبینید، که این چیزی است که ارمنستان و ارمنی ها به کلی تکذیب میکنن. من این رو به اون معنا نمیبینم که اینا رو آورده بودن که بجنگن، یا آورده بودن که در اون منطقه ساکن بشن، از این زمین های اراضی رو که از آذربایجان گرفتن اونجا مشغول به کار و کسب و منظور این نیست که اخیراً آورده بودن، منظور تو اینه که در طول دهه‌های اخیر آورده بودن و بیشتر در زمان پاشینیان اینا رو
آورده بودن. همین یکی دو سال اخیر منظورم. بله 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 آوردن. اینا گزارش‌ها از گزارش‌های مسجل هم هست، برخی از اینا از جاهای دیگه اومدن. ولی ببخشید، در همین گزارش‌هایی که اومد و هم در مثلا گزارش معروفی بود، این ارمنی‌ها داشتن خونه‌هاشون رو در کلبجر آتیش می‌زدن که برن، من به ارمنی‌هایی که اونا رو نگاه کردم به من گفتن که این لهجه اینا مشخصه که اهل ارمنستانن و از گویش اونها مشخص بود که ارمنی های سوریه و لبنان نیستن. درسته که در اونجا عده ای ارمنی سوریه و لبنانی برده شده و اسکان داده شده، ولی خیلی تعدادشون انقدر به نظر نمیرسه چشمی باشه. و یکم خلط کردن این موضوع با اونهایی که گفته شد که از، چون این چیزیست که در رسانه های آذری به خصوص میگن یا هوادارانشون، که میگن که اینها موضوع حضور سوری ها در جنگ یک چیزی بود ساخته و پرداخته ارمنی ها، این که آمدن یک ارمنی های سوری و لبنانی رو که اینا عربی هم بلدن حرف بزنن آوردن و جا زدن به جای اینکه اینها، ولی این کسی که مثلا عربی متوجه بشه، میشه وقتی که اعتراف تلویزیونی که دو نفر از اینا آمدن در تلویزیون ارمنستان کردن گوش بکنید، قشنگ لهجه مشخصه که مال کجای سوریان و ارمنی نیستند و حتی این که مشخص روستایی اند، یک چیزی نیست که مثلا من مثلا فارسی زبان نمیتونم مثلا بیام لهجه فلان روستایی یزدی رو عین خودش حرف بزنم، هر چقدرم که به زبان فارسی مسلط باشم. این در واقع نمیشه خیلی زیر سوال برد، به طور دقیق گفتش که این ساخته و پرداخته ارمنی هاست، تا اینکه مگر اینکه شواهدی در آینده پیش بیاد. آقای آریان یه نکته رو اجازه خیلی کوتاه، بله یه نکته بگم که در مورد روسیه که حالا تمام حساب کنترل سرنخ‌ها رو از نظر این دالانا داره و قراره که تعدادی پرسنل نظامی ترکیه به عنوان ناظر وارد این بشن، این نکته مهم اینه که برای اینکه به این کار به نتیجه برسه، قراره تا 5 سال این دالانا در اختیار داشته باشه، به نتیجه برسه، حالا در این برهه و برای به نتیجه رساندن بیش از هر موقع دیگر روسیه نیاز داره به کمک دیگر کشورها مثل فرانسه، آمریکا و کشورهای اروپایی در چارچوب گروه مینسک که بتونه اینو به نتیجه برسونه. گروه مینسک گروهی بود که برای میشه گفت حفظ ثبات منطقه تشکیل شد و افسون بر کشورهای یا جمهوری‌های همین منطقه شامل فرانسه و آمریکا هم بود. درست شامل میکن؟ فرانسه و آمریکا بود. این در چارچوب و پایه و اساس کار این گروه بود. بله. مینسک همون اصول مادرید بوده. بله. که حاکم بوده. ولی بله. میخوام اینو بگم که به هر حال روسیه به اون معنا نیست که بخواد تمام مسائل حل بکنه، حالا نیاز داره به کمک دیگر کشورها که بتونه بله، بله. این توافقنامه صلح رو به نتیجه برسونه. حالا نکته در همینه که این توافقنامه صلح برای اینکه به نتیجه برسه به عوامل زیادی که جور بشن در کنار هم قرار بگیرن نیاز داره دیگه. این توافق صلح افسون بر پشتیبانی قدرت‌های فرامنطقه‌ای به میشه گفت پشتیبانی مردم هر کدوم از این دو جمهوری، ارمنستان و آذربایجان هم نیاز داره دیگه. برای همینه که پاشینیان دوچار مشکل شد، برای اینکه در آذربایجان هم نارضایتی خیلی زیاده، خیلی ناراضیان، میگن که اون چیزی که می‌خوایم نرسیدیم. این نارضایتی‌ها ابتدا از آذربایجان شروع کنیم، از چیه؟ به باور من به این معناست که با چند نفر حداقل که من میدونم که به تماس دارم، که خب نیروهای آذربایجانی تا شوشا که رفته بودن فاصله زیادی که با استپانکرت نداشتن، چرا روسی اومد جلوی اینا رو گرفت؟ چرا نیروهای آذری نرفتن به طرف استپانکرت؟ اصلا تمام قره‌باغ کل قضیه رو حلش بکنن و بعد از دست بالا شروع بکنن. ولی اون چی که هست با توجه به همین توافقنامه صلحی که پیش اومده، ما باید این رو باید ارمنستان تا حالا درک کرده باشه که از این به بعد آذربایجان دست بالا رو خواهد داشت. بله. یعنی قبلا که ارمنستان خودش رو از نظر نظامی برتر میدید، حالا قضیه کاملا برعکس شده. و اینکه این به نتیجه برسه جدا از بازیگران فرامنطقه‌ای، این باز هم بستگی داره به اون دشمنی و به اون مسائل دیرینه‌ای که بین آذربایجان و ارمنستان در رابطه با قره‌باغ بوده و اون عدم اعتمادی که هست. بله. این بایستی اعتماد سازی بشه، کلی باید روش کار بشه تا به نتیجه برسه. بله. به همین جهتی که روسا گفتن ما 5 سال
نیروی صلبان خودمون اینجا نگه می‌داریم و اگه کار به جایی نرسید 5 سال دیگه تمدید میشه. این اعتماد سازی ممکن هست مهداد، با توجه به این پیشینه ای که این ماجرا داره و برمیگرده به قتل عام ارمنی ها در دوره عثمانی، واقعا ممکن هست چنین اتفاقی بیفته و پشت بند این مصالحه یه حدی از اعتماد سازی بشه؟ خیلی واقع گرایانه به نظر نمیرسه. یعنی حجم و عمق کینه میان دو ملت ارمنی و آذری آنقدر عمیقه، به خصوص موضوع قره‌باغ برای ارمنی ها یک موضوع حیاتیه، یعنی الان حیثیتیه. الان ارمنی ها براشون انگار که یک پاره تن خودشون از دست دادن، در یک وضعیت شوک خیلی بدجوری به سر میبرند. اصلا خود سیاست ارمنستان رو قره‌باغی ها در واقع تعیین میکردند، از استقلال ارمنستان اساساً با فعالان قره‌باغ شروع شد، با کمیته قره‌باغ شروع شد. کسایی مثل لبون ترپتروسیان مال کمیته قره‌باغ بود. اینکه این دولت خودمختار ارمنی ها در دل آذربایجان تأثیر و نفوذ زیادی بر سیاست عمومی ارمنستان داشت. دقیقاً، یعنی سر رئیس جمهور ترپتروسیان، کوچاریان، سارکیسیان، اینا هم از قره‌باغ بودن. اتفاقاً یک فرق پاشینیان با اینها این بود که این جزء جناح قره‌باغی ها نبود. و در حالی که در واقع این هویت و تاریخچه ارمنستان مستقل رو قره‌باغی ها مشخص میکردن. خب حالا میخوام سوالی مشابه اون چه که از آقای آریان پرسیدم و از شما بپرسم، راجع به نارضایتی ها در آذربایجان پرسیدم. در ارمنستان ما کمابیش بر اساس اون چه تا حالا گفته شد میدونیم نارضایتی از چیه، از اینکه چرا قره‌باغ رو واگذاشتید. ولی این نارضایتی واقعا بر چه مبنای میشه گفت واقعی هست؟ برای اینکه خواه ناخواه یک روزی باید ارمنستان با این واقعیت رو در رو میشد که این مرزها از نظر بین المللی به رسمیت شناخته شده است و اون چه که در قره‌باغ هست یک دولت خودمختار محلی در مرزهای آذربایجان. آیا این واقعا فروشش به افکار عمومی ارمنستان اینقدر دشوار بود که پاشینیان نتونست بر اساس تمام این واکنش‌های خصمانه‌ای که نسبت بهش دیدیم اینو میشه فهمید؟ با تمام انتقادی که الان همه به پاشینیان میکنن و الان در یک وضعیتی است که همه دیگه حتی دوستان خودش، کسانی که در هواداری ازش به خیابان رفتند و تظاهرات کردند، همه الان علیهش دارن حرف میزنند و به خودش مخفیه، یعنی از جان خودش بیمناکه. الان به جای رسیدند که نیمی از قره‌باغ براشون مونده، در بهترین حالتی که ممکنه پیش بیاد این هستش که این وضع موجود بدون اینکه یک تصمیم گرفته بشه باقی بمونه، یعنی نیمه قره‌باغ در دستشون بمونه. بله. با یک اتصالی به ارمنستان. ما راجع به روسیه و ترکیه صحبت کردیم ولی راجع به ایران خیلی کوتاه صحبت کردیم. آقای آریان، همونجور که من در مقدمه گفتم ایران در وضعیت دشواری بود دیگه، در استانهای آذربایجان، ایران اصلاحیایی در اومد از اهمی جمعه که بیایید به دفاع از برادران دینی آذربایجان، ولی از طرف دیگه مناسبات دیپلماتیک ایران و ارمنستان بر کسی پوشیده نیست و این دولت ایران رو در موقعیت تنگی قرار داد. چطور تونست بازی کنه و چیزی برد در این ماجرا ایران؟ یا همجوری که همکارم گفت با وصل شدن نخجوان به آذربایجان عملا ترکیه است که همه چیز رو برد و ایران در واقع تبادلات بازرگانی و منافع اقتصادی در نخجوان رو هم از دست داد. ایران، جمهوری اسلامی، تو این بازی ژئوپلیتیکی که به هر حال گرفته بود یه تماشاگر بود تمام مدت و واقعا کاری نتونست پیش ببره. کاری میتونست پیش ببره؟ نمیتونست، برای اینکه همونی که یکی از مدیران کل وزارت امور خارجه فرستاد که طرحی بود برای میانجیگری و اینها به باور من برای خالی نبودن عریضه است که کاری بخواد انجام بده، چون هیچ کدوم از طرفین، یعنی آذربایجان و ارمنستان و حتی روسیه بازیگر دیگه و ترکیه، موافق میانجیگری ایران نبودن و ایران هم، جمهوری اسلامی هم توانی نداشت. بنابراین کاملا یه تماشاچی بود، یه تماشاچی مضطرب که وایستاده و ببینی که داره چه اتفاقی میفته و بعد بخواد کاری انجام بده.
ولی در نهایت اون چرا که اتفاق افتاد بر برخی از نگرانی های امنیتی ایران افزوده. یکی که خب شاهد برخی از تظاهرات و اینا در استانهای شمالی ایران بودیم، شمال غرب ایران، در ارتباط با همین ارسال سلاح و تجهیزات. ولی اگر منصفانه، به باور من منصفانه بخوایم به موضع جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، روابطش با آذربایجان فراز و فرودهای زیادی داشته، این رو همه شاهد بودیم، بله. به خصوص در زمان احمدی نژاد. ولی در کل و از نظر اصولی اگه بخوایم نگاه بکنیم، تقریبا بر روی دو سه محور بوده و اون این بوده که بایستی تمامیت ارضی آذربایجان حفظ بشه و در ضمن حق حقوق ارمنی هایی رو که در قره‌باغ زندگی میکنن اون هم بایستی لحاظ بشه و نتیجه همون شد. یعنی کاری رو که ایران به باور من در دراز مدت کرد، فکر میکرد باید بشه، انجام شد. آره، در ارتباط با همون چهار تا قطعنامه که سازمان ملل صادر کرد. ولی نگرانی های امنیتی ایران بیشتر شده. ترکیه است و امنیتی ایران در ارتباط با مسائل قومی تو ایران است. ناسیونالیستای مسائل قومی تو ایران است و نفوذ بیشتر ترکیه در منطقه است. دالانه هایی را که میخواد ظاهر بشه، حداقل ایران یه حق ترانزیتی میگرفت، از اونم به هر حال عاجز میشه و نمیتونه اونا رو بگیره. مهرداد، آیا احساسات ناسیونالیستی شماری از آذربایجانی ها میشه گفت محل نگرانی بیشتری الان برای ایران یا نه تفاوت ایجاد نشده؟ این جنگ این احساسات قومگرایانه رو آشکارتر از پیش کرد و شکافی هم که وجود داره بر اثر این مسائل آشکارتر کرد. فقط مشکلی که هست اینه که ما از اینجا فضای مجازی رو بیشتر میتونیم ببینیم تا فضای عینی واقعیت موجود در ایران، و در فضای مجازی اینها بروزش به نظر میرسه که خیلی بزرگ نمایی شده تر از اون نیست که در حقیقت هست. یعنی من نمیتونم بگم در خیابانهای تبریز و اردبیل و زنجان چه میگذره و چقدر همدلی وجود داره، اصلا چقدر برایشون مهم بود این جنگ قره‌باغ. خیلی ها در ایران خیلی اصلا از جزئیات این جنگ و مناقشه خبر نداشتند، و اما در فضای مجازی خیلی خیلی این موضوع به شکل وسیعی ایجاد شکاف کرد میان بخشی، دو بخش از جامعه ایران. یعنی بخشی از ایرانیان که یک نوستالژی هم دارن نسبت به قفقاز و میگفتن که دو تا پاره تن ما داره با هم میجنگن، و بعد انتقادی که از ایران شد که الان ایران با توجه به که اونجا بخشی از تاریخشه، پیوستگی های تاریخی که با اونجا داره، چرا ایران نیست که اونجا حرف اول و آخر را بزنه؟ حالا چه میخواد جنگ بکنه، چه میخواد صلح بکنه، میخواد آتش بس بشه، هرچی باشه، اونجا ما باید ایران رو ببینیم، نه که ترکیه رو ببینیم یا روسیه رو ببینیم. بله. خب البته این درسته که واقع گرایانه نیست، ولی یک مقدار احساسات عمومی رو نشون میده. بله. و یک مقداری هم خیلی ها نگرانند از اینکه اونجا ترکیه بخواد رشد بکنه، به دلیل اینکه به این در واقع حرکت های قومی در ایران میتونه دامن بزنه و این به تمامیت ارضی این نگرانی رو افزایش داده. یا به نظر میرسه که این نگرانی رو افزایش داده. بله، حالا که شما صحبت از کمپین ها، نمیدونم تحرکات گروه های مختلف با توجه به هویت های خودشون در ایران کردید، آیا از جانب ارمنی های ایران چنین حرکاتی دیدیم، تحرکاتی شد برای اینکه ارمنی های ایران بسیار ریشه دارن، تعلق خاطر جدی دارن به ایران، ولی در این حال تعلق خاطر جدی دارن به ارمنستان و ما این پیشینه تاریخی در ارتباط با کشتار ارمنی ها هم داریم دیگه تو خاطر عمومی، تو حافظه جمعی اینها. تحرکاتی شاهد بودیم از جانب ارمنی های ایران در این ارتباط؟ جمعیت ارمنی های ایران خیلی اندک شده، یعنی فکر می کنم نمیدونم آیا 15,000-20,000-30,000 فوقش ما ارمنی در ایران داشته باشیم حد اکثر، در حالی که آذری های ایران میلیون ها نفرند. بلد. اگر در ایران ما الان مثلا 1,000,000 ارمنی داشتیم، شاید خیلی فرق میکرد، شاید ما شاهد تظاهرات اونها هم بودیم، شاید یک جاهای ایجاد تنش هم میشد. ولی این موضوع که وزنه سیاسی در واقع یک چیز نگران کننده این هستش که مناقشه میان آذری ها و ارمنی های بیرون از جغرافیای ایران
هیچ ربط مستقیم به آذری‌ها و ارمنی‌های داخل جغرافیای ایران اصلا نداشت. یعنی اینا هیچ کدوم در اون مناقشه هیچ وقت دخیل نبودند. و در داخل ایران مثلا تبریز از اول تاریخش همیشه یک بخشی از جمعیتش ارمنی بوده. بقیه آذربایجان همینطور، ارمنی‌ها اونجا حضور تاریخی دارن، نه اینکه مهاجر باشن، در اونجا زندگی می‌کردن. اما الان وقتی که در همین تبریز که جایی بوده که درش ارمنی آذری کنار هم زندگی می‌کردن، هیچ وقت هم بینشون تنشی نبوده، بیان و به خاطر یک جنگی که در کشور دیگری میان دو کشور دیگر هست شعار اونجا داده بشه که بیان بگن که ما چیزی به این شکل در داخل ایران ندیدیم، بله، اینا در شعار ضد ارمنی شعارهای به این شکلی داده بشه، این نگرانی ایجاد میکنه. هر چند که اون تعداد کسانی که اومدن شعار دادن شاید قابل توجه هم نبودن در خیابان‌های تبریز، ولی میتونه این هسته یک سری نگرانی‌ها بشه. آقای آریان، فکر میکنید این مصالحه پایدار باشه؟ امیدوارم واقعا، برای اینکه از نظر دیپلماتیک شاید پیشترم ذکر کردم، شما باید مراحل طی بکنید. بله، فعلا آتش بسه، قرارداد صلح، ولی فعلا آتش بسه. مرحله دوم متارکه است. بله، باید اینا رو از هم دیگه دور کرد. بله، این نیروها رو. و مرحله آخر به قول خارجی ها آرمیستیسه. بله، که بیان قرارداد صلح امضا بکنن. و این به باور من پروسه بسیار طولانی خواهد بود، با توجه به اون کینه و دشمنی هایی که به ویژه در بین آذری ها و ارمنی ها هست، و با توجه به اینکه روسیه تا چه حد موفق خواهد شد که بتونه از دیگر کشورهای در گروه مینسک به ویژه آمریکا و فرانسه و همکاری اینا رو جلب بکنه، و اگر واقعا بشه به نحوی ترکیه در این گروه مینسک یک حضوری داشته باشه، این نور علی نور خواهد بود برای آذربایجان، برای اینکه میتونه از طرف آذربایجان خودش رو در گروه مینسک خواهد خودش هم در اونجا داشته باشه. ولی به باور من دورنمایی هست با توجه به خصومت جدی الان بین فرانسه و ترکیه، خیلی بالا گرفته. بالا گرفته، ولی در این حال ما باید بدونیم که همین خصومت و اختلاف نظری را که ما بین ترکیه و روسیه میبینیم در سوریه و همینطور در لیبی، ولی دارن با هم دیگه همکاری میکنن برای اینکه منافع استراتژیکی هم دارن. به همین جهت من حل این مسئله رو واقعا در کوتاه مدت که در از چند ماه بخواد مسئله حل بشه واقعا به این گونه نمیبینم. و باز تاکید میکنم که اون 5 سالی رو که روسیه تعیین کرده که قوای خودش رو در اونجا 2000 نفر داشته باشه که از دالان لاچین مواظبت بکنن، احتمال داره که 5 سال دیگه تمدید بشه. امیدوارم که تا قبل از رسیدن 5 سال قبلی این دوم این مسئله حل بشه و یک نتیجه برسه، چون به نفع از خود آذربایجان خواهد بود و در این حال به نفع خود ارمنستان خواهد بود، برای اینکه از هر نظر ایزوله است. بله، یعنی شما وقتی که نگاه میکنید دو تا دور به همین صورت هست، یه طرفش آذربایجان، اون طرفش ترکیه است، یه زنگزوره که دالان تلفظش به طرف ایرانه و با گرجستان هم که کار اونچنانی نرسه، میرسه به کوههای قفقاز. و از نظر به ثبات نیاز داره، به ثبات نیاز داره، به اقتصادش هم واقعا در وضعیت مناسبی هم نیست. این مصالحه با توجه به وضعیت ناپایدار حکومت در ارمنستان که به گفته خود شما پاشینیان الان در اختفاست، واقعا آینده ای داره؟ یعنی برای اینکه به نتیجه برسه باید یک سمت ماجرا که ارمنستان سفت و سخت پشتش باشه دیگه. دولت پاشینیان اگر سقوط کنه اون وقت چه خواهد شد؟ ارمنستان به نظر میرسه که در یک مثل کسی است که از شوک الان بلند شده، یعنی تا یک مدتی گیج از این شکست هست تا اینکه بخواد بنشینه فکر کنه که از این به بعد چیکار باید بکنیم. قطعا انتقاد بسیار شدیدی علیه کل در واقع ارکان حاکمه ارمنستان خواهد بود که شما اگر که نمیدیدید که آذربایجان داره چند سال توان نظامی خودش رو افزایش میده، اگر نمیدیدید که ترکیه پشتش هست، اگر نمیدیدید این رو که روسیه رو نمیشه روش حساب کرد که بخواد بیاد مستقیم و مداخله بکنه،
اگر اینا رو نمیدونستید، این اساسا کارراییتون برای حکومت داری کاملا زیر سواله. چطور شما نمیدیدید این چنین روزی رو؟ و الان همه اونه که بچه هاشون رو از دست دادن، بیش از 2000 سرباز ارمنی کشته شده. حالا و این وضعیت سیاسی ارمنستان رو بی‌ثبات‌تر میکنه دیگه. دقیقاً، یعنی که این کلن اگر حکومت ارمنستان به یه شکلی عوض شه، آیا معنیش این خواهد بود که میتونه این مصالحه رو یه جوری یا نادیده بگیره یا ازش پا پس بکشه؟ چه این چیزی ممکن هست؟ یا قدرت و نفوذ روسیه ارمنستان بهترین اتفاقی براش میتونه بیفته این که همین این نیمی از قره‌باغی که براش مونده همین رو بتونه نگه داره، چون آذری ها میگن نه همین رو هم ما بعد برگرده تحت حاکمیت، حاضر به قبول خودمختاری هم نیستن. ولی این که بخواد ارمنستان دو مرتبه بخواد بره بقیه قره‌باغ رو هم بگیره، نیاز به جنگ تازه‌ای داره که به نظر نمیرسه که بتونه اتفاق بیفته، و اگر هم اتفاق بیفته ارمنی‌ها تونن توش دست بالا رو پیدا بکنند. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه حسین آریان و مهرداد فرهمند. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. شب و روز بر همه شما خوش.